پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه 1395، فتح الله گلن به عنوان رهبر جنبش خدمت و مؤسس مدارس گلن در کانون توجه قرار گرفت. دولت اردوغان با متهم کردن او به طراحی این کودتا اقدام به تعطیلی گسترده مدارس و نهادهای مرتبط با او کرده و فشار بر کشورهای دیگر برای تعطیلی این مدارس را افزایش داده است. این مدارس با رویکرد آموزشی میانه رو و تربیت نسل‌های آگاه به چالشی جدی برای قدرت حاکم تبدیل شدند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه 1395 در ترکیه، نام فتح الله گلن به عنوان رهبر جنبش خدمت و مؤسس مدارس گلن به شدت در کانون توجه قرار گرفت. اردوغان و دولت ترکیه گلن را متهم به طراحی این کودتا کردند و اقداماتی گسترده برای تعطیلی مدارس و نهادهای مرتبط با او آغاز کردند. به تازگی آنکارا فشار بر کشورهایی مانند پاکستان برای تعطیلی مدارس گلن را افزایش داده است. مدارس گلن که در سراسر ترکیه و جهان با هدف ترویج آموزش میانه رو و غیر سیاسی تشکیل شدند، به دلیل استانداردهای بالای آموزشی و تربیت نسل‌های آگاه به چالشی برای دولت تبدیل شدند. این مدارس نه تنها به آموزش علم و فناوری می‌پردازند، بلکه با رویکردهای اخلاقی و دینی خود به تربیت شهروندان متعهد و با ایمان می‌پردازند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این مدارس می‌توانند به نوعی تهدید برای نظم سیاسی اردوغان محسوب شوند، زیرا از طریق تربیت جوانان با تفکرات مستقل و انتقادی ممکن است به تضعیف پایه‌های قدرت حاکم منجر شوند. نزد تلاش‌های مداوم دولت برای نابودی این شبکه آموزشی، بخشی از جنگ فرهنگی در ترکیه است که تأثیرات عمیق‌تری بر ساختار اجتماعی و آموزشی کشور خواهد داشت. این چالش‌ها تصویری پیچیده از تعامل میان سیاست، فرهنگ و آموزش در ترکیه را به نمایش می‌گذارند. دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر هنرور، سلام و عرض ادب. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان گرامی. آقای دکتر، با توجه به چالش‌های آموزشی و فرهنگی مدارس گلن و نقش آنها در تربیت نسل‌های مختلف، آیا فکر می‌کنید این مدارس می‌توانند به عنوان یک راه حل برای توسعه فرهنگی و اجتماعی در ترکیه عمل کنند یا تهدیدی برای حکومت فعلی به شمار می‌آیند؟ بفرمایید. اول اینکه با توجه به مخالفت‌هایی که با شخص فتح الله گلن توسط دولت ترکیه انجام شد و مصادره همه اموال و بستن همه نهادهای مربوطه و مدارس و خوابگاه‌ها، و با توجه به اینکه فتح الله گلن 7 روز پیش به رحمت خدا رفت، شاید دیگه تهدید چندانی برای دولت ترکیه نباشه. اما نقشی که مدارس گلن نه فقط در ترکیه بلکه بر ترک‌ها در همه عالم داشته به خاطر دیدگاه متفاوته. ببینید، یه نکته به عنوان مقدمه اینه که فتح الله گلن جانشین بدیع‌الزمان نورسی، رهبر طریقت نورجو در ترکیه است در اصل، و بسیاری، یعنی تقریبا میشه گفت همه ترک‌ها عضو یک طریقه هم هستن. حالا مثلا بیشتری ها نقشبندی، اون طریقه های مختلفی که هست. اولا که ایشون خب وارث سنتی تمام پیروان طریقت نورجو بود. بعد اینکه خب ایشون با تاسیس این مدارس، خوابگاه ها، نهادهای مالی، شرکت ها، گروه ها، شرکت های خواهر، شرکت های مادر و چیز گسترده ای که در همه سطح های سطح جهانی به وجود آورد، اصلا درباره ایشون خانم ایباف یک کتاب نوشته، مانه کتاب نظریه بسیج منابع بر اساس به اصطلاح کارهای گلن. یعنی از نظر جامعه شناختی و از نظر اقتصادی هم گلن نحوه کارش خیلی عجیب بود. اما از نظر اسلامی ببینید، دیدگاه گلن برعکس دیدگاه دولت عدالت و توسعه، یعنی دولت آقای اردوغان که با از بالا میخواد کار ایدئولوژیک انجام بده و با جباریت و آمریت، دیدگاه گلن همیشه یک دیدگاهی بوده که فرد خودش رو اصلاح کنه، فرد خودش رو تهذیب کنه تا رو به بالا، خود به خود دولت و به اصطلاح نهادهای بالاتر اصلاح بشه. خب این یه مقدارش هم مبتنی بر تفسیر خاصیه که گلن از جهاد داره،
که جهاد اصغر رو به معنای هر راهی برای رساندن انسان ها به خدا میدونه و حتی هجرت پیامبر رو جزو جهاد میدونه و مثلا خیلی از هجرت های به خارج مخالفین رو چون جزو جهاد اون رو میدونست. و با این دیدگاه های گلن کماکان عده بسیاری در ترکیه همدلن، اما خب من خودم در ترکیه زندگی کردم، کسی آوردن اسمش رو حتی جرأت نمی‌کنه با توجه به جوی که بعد از کودتا به وجود اومد. ولی نقش روش گلن به عنوان یک اسلام ترکی صوفیانه و نرم و مطابق با ارزش‌های لیبرال و پلورال و سکولار که بیشتر بر اخلاق مداری و معنویت متکی است، این آثارش کماکان در ترکیه باقی است و باقی خواهد بود. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.